سلام، زبان آموزان عزیز، فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی. درس سوم از گرامر سطح آسوای پرفکت میت زاینه، که در درس دوم درس قبلی ما پرفکت زمان گذشته پرفکت همراه فعل هبن خوندیم، ولی ما همراه فعل زاین این درس شروع میکنیم. خب ببینیم موضوعاتی که داده شده. گفت از در مورد هبن اول ما یک نکته داریم. گفته دی مایستن وربن بیلدن پرفکت میت هبن، بیشترین فعل ها گفته ساخته میشه در زمان گذشته پرفکت میت هبن. پس فعل هبن که هسته خیلی رول مهمی داره، وقتی پس باید صرف این فعل و همچنین گردان این فعل شما بفهمیم. و این فعل که صرف فعل هبن ما به درس های درس اول سطح آسوای گفتم، در سطح آین سم ایر کار کردم که اگه خواستیم میتونید شما گرامری از اونجا هم به دست بیاریم. گفته ایش هاب گی هر بایتید، من دیروز کار کردم. خب اینها مثال هایی که همراه فعل هبن کار شده. ایش هاب گی گهزن، من دیروز مثلا من قضا خوردم. همه گذشتی ایش هاب گی شلافن، من خوابیدم. پس ببینیم که فیصدی زیادی از فعل ها همراه هبن پارتیس پرفکتیو ساخته میشه. نو وینیگه وربن بلدن پرفکت میت زاین، گفته فقط یک تعداد کمی از ضمیر فعل ها ساخته میشن همراه فعل زاین. خب ببینیم که اینجی ما چی داریم. دی پوزیسیون وکسل، یکی از مو نکاتی که مار کمک میکنه تا بفهمیم که همراه فعل زاین ساخته میشه اینه که همو پوزیسیون یا موقعیت خود چکار کنه، وکسل تغییر بده. یعنی چی؟ ببینیم روی تصویرم فهمیده میشه. گفته ایش بین آف گشتندن، یعنی که من از خواب بیدار شدم. پس طرف خواب بوده به تصویر اولی و تصویر دومی از خواب بیدار شده. پس ببینیم که اون موقعیت خور تغییر داده. پوزیسیون یعنی موقعیت خور، وکسل تغییر داده، یعنی خواب بیده بیدار شده. و داریم ما به شما اکتصاویر سومی و چهارمی. ایش بین سور هر بایت گیگنگن، ببینیم که خب یعنی گفته من به سوی کار، به طرف امو کار گیگنگن رفتم. خب گیگنگن که هسته همو فعل گهین یعنی رفتنه، پارتیسیپ پرفکت فعل گهینه که گیگنگن میشه و همراه فعل زاین استفاده میشه. پس اگر ما فعل همو جمله داشته باشیم یا فعل داشته باشیم که همو پوزیسیون خود تغییر بده، همراه فعل زاین استفاده میشه که با هم در تصویر دیدیم، یعنی که به سوی کار روان شده، به حال سر کاره. پس ببینیم از یک موقعیت به موقعیت دیگه رفته، همو پوزیسیون خود تغییر داده، پس همراه فعل زاین استفاده میشه. خب فعل هایی که مانند همی اوف اشتهن و همچنین گهن که میتونه در حالت پارتیسیپ پرفکت همراه فعل زاین بیایه، این فعل ها هم هسته که تعداد اینا خیلی زیاد نیه. اگر کسی خواسته باشه میتونه اینها خیلی راحت یاد بگیره، چون فعل های پرکاربردیه و زیاد استفاده میشه که همراه فعل زاین. اب فاقین فلیگین، اب فلیگین گهن، ان کومن، کومن، اوف اشتهن، لاوفن، aus steigen, mitkommen, ausziehen, schwimmen, einsteigen, umsteigen, einziehen, umziehen, fahren, wandern, fallen. این ها فعل هایی که مانند همین تصاویر، یعنی که از موقعیت خور تغییر میده و همراه فعل زاین استفاده میشه. خب ما حال یک بخش دیگه هم داریم که اینها همراه فعل زاین استفاده میشه، اما با یک تفاوتی که حال با این درس به کار میکنیم. خب ما داریم فعل هایی هم که گفته دی سیتواسیون وکسل، یعنی که همو وضعیت یا حالت خور تغییر میده. ایش بین آف گی وقت، خب طرف خوابه، ببینیم که از جا خو حرکت نکرده اما از خواب بیدار شده و این قسم فعل هایی هم هسته که همراه زاین استفاده میشه. یا هم که داریم ما ایش بین گی وکسن، یعنی که من بزرگ شدم، رشد کردم. خب ببینیم امو سانت چند بیده، یک متر و 20 سانت بیده، حال شده یک متر و 80 سانت. پس ببینیم که امو سیتواسیون یا حالت خو چکار کرده؟ وکسل تغییر داده. پس این قسم فعل ها هم اگر داشته باشین همراه فعل زاین استفاده میشه که تعداد از این هم زیاد نیه، میشه که یاد بگیریم. هست فعل های مانند آف واخن که به بخش مستوال اول کار کرده، این شلافن، اکسپلودیرین،
پسیرین اشتربن وردن. این قسم فعل هم که هسته همراه فعل زاین استفاده میشه، اما از جمله فعل هایی که زیتواتسین یا حالت خور تغییر میده. پس او فعل های قبلی بوده که همون پوزیسیون موقعیت خور تغییر میده، اما اینا حالت خور تغییر میده، یعنی تغییر شکل میده. خب ما همچنین ما داریم اینجی فعل خود زاین که هسته خود زاین هم باید بفهمیم همراه خود زاین استفاده میشه. پس پارتیسیپی افکت زاین میشه گویزن. خب همراه فعل زاین استفاده میشه، پس میگیم ایش بین گویزن. و بلایبین یعنی ماندن هم که هسته همراه فعل زاین استفاده میشه و پارتیسیپی افکت از هسته گی بلیبین. ایش بین گی بلیبین. خب اینها فعل های بودک و دو حالتش، یک سیتواسیون وکسل یعنی که همو حالت خود تغییر میداد، یک هم بود پوزیسیون وکسل که همو موقعیت خود تغییر میداد. و خود زاین و بلایبین هم همراه فعل زاین استفاده بشه که با هم کار کردیم. برای از اینکه شما ویدیوهای بیشتری از کانال ما به دست بیاره، میتونید که کانال یوتیوب ما که به نام آلمانی صفر تا صد سابسکرایب کنیم. اگر ویدیو خوش شما آمد، از گرامر که درس دادن خوش شما آمد، ما رو حمایت کنین، لایک کنین و همچنین اگر سوالی داشتین میتونید که کامنت کنین. و نام و اگر خواسته باشین به بخش تلگرام و فیسبوک ما موضوعات جالبی هست، میتونیم اونجا هم به نام آموزش زبان آلمانی صفر تا صد سرچ کنیم، عضو کانال ماشین و موضوعاتی هم از اونجا به دست بیاریم. و همچنین هسته همو ایمیل ما، اگر کدام سوال چیزی داشته میتونیم به ایمیل ما هم ارتباط بگیریم با ما فرهاد یعقوبی 420@gmail.com. و همچنین سابسکرایب و لایک و کامنت و اینا ایاد شما نره. تا درس بعدی، خدا یار و نگهدار شما.